بچه ها سلام، ما برگشتیم با یک ولاگ دیگه. امروز خیلی ولاگ جذابی داریم، خیلی ولاگ خطرناکی داریم و خیلی ولاگ جالب و جدید و یه چیز استثنایی. حالا بهتون میگم چرا. ما الان توی برزیل هستیم، توی شهر ریو، و اینجا یه چیزی که ما یه مقوله‌ای که این چند روزه که اینجا بودیم باهاش آشنا شدیم، مقوله فاولاها. من یه توضیح خیلی کوتاه براتون میدم که فقط یه چیزی کلا دستتون بیاد که فاولا چیه و چرا و چگونه، ولی امروز میخوایم بریم و کامل از نزدیک لمسشون کنیم. اینجا شما وقتی که تو سطح شهر رانندگی میکنی یه سری محله ها میبینی که این محله ها مثلا حالت حلبی آباد، محله های خیلی درب و داغونه که مثلا این برنامه آدم میبینه. بعد اینا رو ما پرسیدیم جریانشون چیه. اول اینکه به این محله ها میگن فاولا، بعد آدمایی که توی محله ها زندگی میکنن فوق العاده آدمای فقیر و فوق العاده آدمای خطرناک و خلافکار و قاچاقچی و نمیدونم این چیزاستی که شما از قاچاق اسلحه و مواد مخدر و نمیدونم دزدی و دله دزدی و اینا بگیر تا قاچاق اعضای بدن آدم، یعنی اصلا یه چیزایی ما اینجا شنیدیم که خدا میدونه. بعد این فاوله ها اصلا انگار که مثل دولت خودمختار برای خودشون عمل میکنن. اولا که پلیس اینجا و ارتش خود برزیل و کلا کشورهای آمریکای جنوبی که همشون هم از این فاوله ها دارن حریف اینا نیست. اینا خودشون اسلحه دارن، خودشون گروه دارن، نمیدونم خودشون گنگن، اصلا خیلی خطرناکن اینا. و به خاطر اینکه احتمالاً خیلی به پلیس رشوه میدن و اونام بالاخره از نظر مالی دخیلن، خیلی کاری هم به کارشون ندارن. خلاصه که اینجا مثلا انگار که یه دونه ارتش واقعی داره برزیل، یه دونه ارتش سری داره که اینا هم که یه وقت میبینی پشت این جیپای جنگی با مسلسل در حال رفت آمد تو خیابونن. بعد این فاولا ها بعضیاشون با هم دیگه جنگ دارن، مثلا این فاولا به اون میخواد حمله کنه، اینا همه با جیپ دودودو میرن بعد همون واقعا میکشن، یا نمیدونم پول میخوان از هم بگیرن و اینا. مردمی که تو خود اینا زندگی میکنن خیلی فقیرن، ولی اینا هر کدوم یه رئیسی دارن که اون رئیسه یه رئیسی داره. مثلا رئیس خود فاولا اونجا زندگی میکنه، خودش هم مثلا حالا یه ذره وضعش از بقیه بهتره، ولی اون رئیس اصلی معمولا خیلی پول داره، بیشتر پولا میره تو جیب اون، سوئیس زندگی میکنه، نمیدونم جاهای دیگه زندگی میکنه. خلاصه خیلی جو جالبیه و توی اینا هم به راحتی نمیشه رفت. آدم معمولی و توریست و اینا همینجوری مثلا راتو بکشی بری با تاکسی پیاده شی بخوای دور بزنی اصلا امکان نداره. صحنه های خیلی بدی ممکنه آدم ببینه اونجا، مثلا یکی گوشه خیابون با خوابیده داره به خودش مثلا داستان میکنه، یکی داره یکی یعنی اصلا یه چیزاییه که مثلا که خیلی هم جالبه هم خیلی جالب نیست که آدم ببینه. خلاصه ما امروز قراره با تور دیگه با چه داستانی برای ما این جیپا رو گرفتن که ما پشت اینا بشینیم. خودمونم یکم استتار کردیم که الان من خیلی تیپ خطرناکی زدم، قشنگ با اونجا چیزم چی میگن کمرنگ جماعت میشم و میریم. امروز با ما همراه باشیم که ببینیم این فاولا که میگن توش چه شکلیه. قسمت جالب انگیز و غم انگیز داستان اینه که الان دارن اسمای ما رو میگیرن که ما رو بیمه کنن، که اگه هر بلایی سرمون اومد حداقل بیمه داشته باشیم. بعد یکی از بچه ها به شوخی به آقاه گفتش که یعنی ما الان بریم تی 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 تی. آقاه گفت الان من نفهمیدم شوخی کرد. اگه شوخی کرد باز بیمش چیه؟ میگه اینجا روزی یه بار ماشین آشغال جمع کن میاد آشغالا رو جمع میکنه، ولی انقدر تعداد آدمایی که اینجا زندگی میکنن زیاده که اصلا بس نیست. روزی یه بار هم آشغالا رو همه جمع کنن بس نیست، باز اینجوری جمع میشه. توصیه های ایمنی که به ما کردن الان که از ماشین پیاده شدیم اکیدن بلند نمیخندین، با کسی چشم تو چشم نمیشین. اگر دیدین کسی مثلا در حال خیلی دیگه مثلا وایساده با اسلحه خیلی داره بعد جور نگاه میکنه، به هیچ عنوان ازش فیلم نگیرین. و اینکه کلن آدمای اینجا دنبال شر میگردن و چون هیچ قانونی هم وجود نداره هر کاری میتونن بکنن، برای همین
خیلی باید حواستون جمع باشه که این کارا رو نکنید. و یه جمله تاریخی تو لیدر ما الان گفت، گفت اینجا خون رو با خون نمیشورن، زخم رو با خون میشورن. حواستون به خودتون باشه و به فکر بقیه گروه هم باشین. بخواین آرتیست بازی در بیارین، مثلا همه رو به خطر میندازید. تو فرض کن روزی یه دفعه میان جمع میکنن، باز وضع این همه آشغال اینه. احتمالا این کارا رو هم نباید بکنیم. چه بوی این فاولایی که ما الان داریم توش قدم میزنیم اسمش هست فاولای حسینیا. اینجا 200,000 نفر هم جمعیت داره. لیدرش که یه پسر 30 ساله بوده رو سال 2005 ترورش میکنن به خاطر اینکه یه هلیکوپتر ارتش داشته از اینجا رد میشده با دوشکا، کسای یعنی یکی از اعضای فاولا میزنه هلیکوپتر رو و دو تا خلبانو میکشن. برای همین دیگه اعلام جنگ میشه بین فاولا و ارتش و این پسر رو ترورش میکنن. این سیما رو میبینی؟ دیگه همینجوری خونه ها از سیمای عمومی دزدی میکنن دیگه. یعنی هر کی برای خودش یه سیم کشیده. انیاییه واقعا. الان ما در گرمای 40 درجه یک سربالایی اینطوری رو که اصلا ماشین بخواد بره لیز میخوره، برای همین کفش رو اینطوری کردن. داریم میریم که بریم یه ذره توی کوچه پس کوچه هاش بگردیم. اینجا کجا راستش، ولی ما داریم میریم. بالاش رستورانه، راه رستورانه. چه علی میشه ببینی بچه هی برمیگرده استرس داره. یکم اینجا آدم باید یکم که یکم بیشتر باید موضوع باشه روی مدفوع. حالا یا حتما مال حیوان با نذارید کلا دوره هم اندیگه. بچه ها از اینجا به بعد نو فیلم نو پیکچر. از اینجا به بعد متاسفانه نمیتونم فیلم بگیریم. تعریف میکنم برای تون هرچی دیدم. سعی میکنم این حفظ کنم. It feels so good. Baby it's understood. It feels so right. قصه
قسمتی که نمیشد فیلم بگیری یه تقریبا مثل همون کوچه های خیلی باریکی بود که ازش رد شده بودیم، ولی پر دراگ دیلر بود، پر اینایی که مواد میفروشن و اینا. شاید به هوایی که مثلا قیافه هاشو معلوم نشه اجازه نمیدادن فیلم بگیری. تمام لخت کنن، اعتقادی به لباس ندارن، فقط یه مثلا شلوارک. ببین این کفتر چایشون هم بدبخت و پپلی هم بارو جل زده سکوت هم هاش خبر شده. این پیاده راه هم کلیسایی بود که ما یه دقیقه دمش سایه بود وایستادیم همه، بعد مثل که توش مثلا خورد آب یه چیزی پیدا میشد، منتها حالا تو خود فاولا مثل که دیگه این محله بدترین جاشه. گفتن که از این کمپانی که حالا مثلا هماهنگ کردن که این جیپار به ما بدن ما رو بیارن اینجا بگردونن، زنگ زدن گفتن نمیتونیم وایستیم فقط بریم. حالا ما دوباره راه افتادیم، اینقدر گرمه، ببین گرمه، یعنی واقعا بیچاره سگاشون. حالا بیچاره آدم ها هم آره، ولی خب حیواناشون اصلا آدم میبینه کباب میشه، همه لاغر گرما تو آشغاله دنبال غذا. ای وان قهده ایرا جی پاچ گلو Ninguém mexe com o Edrinho que tá comigo, ué. Os caras tá enrolado, hein. Olha aqui, ó. Estou na assis. دیگه چیا داشت؟ همه چی داشت، هر چی بخوای داشت. اسم حالا بعدا بهتون دونه دونه میگم، الان خیلی دارن نگاه میکنن. یه عکس هم بگیر رو بریم. نه اینجا که اوکیه، اون جایی که مواد میفروخت گفت نگی. جا مثلا بازار روزه، وای خدا من اگه الان کله ملق نشم خیلی واقعا خوب میشه. جا مثل یه حالت بازاره دیگه، مغازه آشغال، مغازه آشغال، چیز عجیبیه. ببخشید دیگه اینجا من نمیدونم کجا وایستم که شما ویوی آشغال رو نداشته باشید. اینجایی که الان بودیم که اصلا اجازه نمیدادن فیلم بگیریم، یعنی حالا قایمکی هم اصلا جرئت کسی نمیکرد فیلم، چون همشون تفنگ داشتن. بعد بغل هر مواد فروشی هم که میز داشت و بساط داشت و همه چی هم چیده بود، یکی با چی؟ این چیه؟ این تفنگ گندهه که طرف اینا دستشون بود؟ فکر کنم M16 اینا بود. M16 اینا علی میگه بود. جنگی بود. وایستاده بودن، بعد یکی از بچه‌ها نمیدونم یادش رفت که نباید فیلم بگیری یا چی، دوربینشو در آورد. ببین یارو اسلحه‌ای کشید. فیلمو میگیرم برای اینجا، من یه شوت کوتاهی ماریجوانا.
من اینجا جونم. بعد گفت بگی موبایلشو پاک کن فلان اینا، فکر کنم پاک نکرد. حالا من ازش بعد فیلمشو میگیرم. یه بستنی بزنیم حالمون یه ذره جا بیاد. خب ببین این همین بازارچه هست که الان توش بودیم، این پارچه قرمزه دیگه تهشه. اینجا رو که بیای دیگه این کوچه که تموم بشه، در واقع این فاولا تموم میشه. اونجا تاکسی ها وایستن دیگه، خیابون اصلیه. اونجا تاکسی ها وایستادن که تاکسی بگیریم برگردیم. اون جیپ ها به یه دلایلی مسئولیت قبول نکردن که وایستن ما با همونا برگردیم. خب ما تاکسی گیرمون نیومد، یکم بعد راه بریم تا برسیم به اوبرم گرفتیم، اونم کنسل کرد. ولی اینجا هر چی که چیز میز دزدی بخوای پیدا میشه توی این بازار. اکسسوریه، نمیدونم دوربین، موبایل، هر چی فکر کنی. البته تعداد تاکسی ها اونجا بود و موقعی که دیدیم، منتها تعداد ما بیشتر از تعداد اونا بود. بچه ها رفتن، ما گفتیم خب ما اوبر میگیریم، ببین نداره که تاکسی ها تموم شده که اونام دیگه نشه. حالا اینجا احتمالاً راحت شده بودیم. ما بالاخره رسیدیم هتل، هیچ تلفاتی نداشتیم، همه چی به خوبی گذشت. و این خب اینو ببینی، من تا حالا تو زندگیم همچین چیزی ندیده بودم که لباسم خیس شه. مثلا شده خودم خیس شم، مثلا حس یعنی بکنم که نوچم. ولی این یعنی تو فرض کن که اینجا چقدر گرمه. خیلی تجربه باحال، یعنی باحال که نمیتونم بگم، خیلی تجربه جدید و جالبی بود دیگه. از اون کارهایی بود که آدم یه بار در عمرش میکنه. جای توریستی هیچ وقت انتظار نمیکنه. آره. واقعا اصلا خیلی عجیب بود، خیلی مخصوصا اون جاهاش. حیف حیف، کاش میشد. من دوربین یه جایی تو جیبم گذاشته بودم، ولی انقدر حواسشون جمع بود، حتی مثلا نگاه میکردن قشنگ همه جا رو. بعد دیگه من هی جرئت نمیکردم، اینو فشار میدادم که این حتی اون دوربیناش هم بیرون نباشه. خلاصه دیگه همین، امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ولاگ و ما شما رو توی یک ولاگ دیگه میبینیم. خدا حافظ.